اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ذرأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجین من النار. بحث مهمی که در این آیات مطرح بود، یک قسمش راجع به تجسم اعمال بود، یک قسم راجع به ابدیت عذاب و خلود عذاب کافران و منافقان. قسم اولش اگر به خوبی روشن بشود، حل قسم دوم خیلی دشوار نیست. از آیه مبارکه محل بحث درباره قسم اول استفاده می شود که عمل انسان هرگز از بین نمی رود و انسان با خود عمل جزا داده می شود و نحوه جزای عمل هم مشخص است. مجموع بحث هایی که درباره عمل و تجسم عمل و جزای به عمل و اینکه انسان رهن عمل هست و اینکه عمل یه واقعیتی دارد به صورتهای مصور می شود و هم عامل به صورت عمل ظهور می کند و هم عمل به صورت جزا ظهور می کند، مجموع این بحث ها تقریبا می توان اونها را در 10 طایفه از آیات قرآن کریم خلاصه کرد که مضمون بسیار از اینها احیانا مشترک هست اما لسان و ظهور اینها یکسان نیست. طایفه اولا آیاتی هستند که دلالت میکنند بر این که عمل زنده است و انسان اصل عمل را بعد از مرگ میبیند، نظیر همون آیه مبارکه یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یا آیه سوره کهف که وجدوا ما عملوا حاضرا، یا آیه سوره آل عمران که یوم تجدوا کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اینها آیات طایفه اولاین که دلالت میکنن بر اصل حیات عمل و اینکه هر انسانی عمل خود را میبیند و اینکه عمل چه خیر چه شر از نظر سنخونو و چه ریز و چه درشت از نظر سغر و کبر همه و همه زندن و انسان متن عمل خود را میبیند. طایفه ثانیه آیاتی هستند که دلالت میکنند بر این که اون چه که انسان به عنوان خیر فرستاد میبینند، این طایفه جای یافت را هم مشخص میکند. طایفه اولا اصل حضور عمل را بازگو میکرد، طایفه ثانیه بین خیر و شر فرق میگذارد، میگوید به این که اگر عمل خیر باشد جای این عمل اندالله هست و چون عمل از عامل جدا نیست عامل هم جایگاهش اندالله هست، لذا تعبیری که از مؤمنان می شود این است که اینها نزد خدا قدم صدق دارند، نزد خدا قعود صدق دارم، هم قدم صدق در سوره یونس آمده است هم قعود صدق در سوره قمر آمده است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این طایفه از آیات که دلالت میکند انسان متن عمل خود را نزد خدا میبیند هم در سوره مبارکه بقره آیه 110 آمده است که فرمود و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر، و هم در سوره
مزمل آمده است، چه آیه 20 سوره مزمل این چنین فرمود: و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فاقرؤوا ما تیسر منه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفر الله ان الله غفور رحیم. این طایفه لسانش آن است که عمل خیر عند الله و اگر عمل عند الله بود، چون عامل را رها نمی کند و هر عملی با عاملش در ارتباط هست، پس جایگاه عامل هم عند الله خواهد بود. طایفه ثالثه آیاتی هست که دلالت میکند به این که انسان عمل را به همراه خود می آورد و می فهمد که همراهان او کیان و چیان. این همان است که فرمود وقتی نفخ سور شد و بساط قیامت ظهور کرد در سوره تکویر آیه 13 و 14 این چنین آمده است که و اذا الجنت ازلفت علمت نفسون ما احضرت. گرچه نکره در سیاق مثبت است نه منفی، ولی به قرینه مقام دلالت بر عموم می کند. نکره در سیاق نفی ظهور در عموم دارد، ولی در سیاق اثبات ظهور در عموم ندارد، مگر همراه با قرائن حافظ مثل مقام که در اینجا فرمود علمت نفس ما احضرت، یعنی انسان همه اون چه که به همراه خود احضار کرده است می فهمد. معلوم می شود انسان به همراه خود یه قافله ای را به همراه می برد، منتها اینا بستن. انسان هم ناسیست و قافل، نه اونها باز شده ام و نه انسان هوشیار است. روز قیامت هم انسان هوشیار می شود، غفلت برداشته می شود، و هم اون بسته ها باز می شوند که یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. الان شما وقتی وارد یک باغ می شوید و یک درخت گردو را می بینید، می بینید ده ها متر را این یک درخت سالمند و حجیم گردو پر کرده است. هزاران برگ دارد و صدها گردو به همراه خود دارد و ده ها شاخه دارد و تنه تنومند دارد و همچنین ده ها ریشه های کوچک و بزرگ دارد. این درخت گردو با همه خصوصیات وسیعش چندی قبل در درون یک هسته گردو و یک حبه گردو دفن بود، باز نبود، بسته بود. وقتی به باغ آمد منشور شد، ظهور کرد. اعمالی که در نهان انسانی است این چنین است: وقتی خدای سبحان اون خاطرات و عقاید و اخلاق و اعمال رو باز بکند یلقاه منشورا، انسان اون روز تعجب میکند که یا ویلتنا ما لا هذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. بنابراین در اون روز هم انسان هوشیار می شود که تشفنا انک قطاعک، و هم اون بسته ها باز می شود که یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. لذا در این کریمه 14 سوره تکویر فرمود علمت نفسون ما احضرت، و در همین مضمون که انسان اون چرا احضار کرده است میبیند، آیات دیگری است گاهی با این لسان گاهی با لسان دیگر. این هم طایفه ثالثه. طایفه رابعه آیاتی هست که دلالت میکنند بر اینکه انسان هر چه انجام داده است به عین اون توفیه میشود، که لسان توفیه است: وفیت کل نفس ما کسبت، یا توفا کل نفس ما کسبت و مانند آن، که به عنوان یک سلسله از آیات در بحث‌های قبل گذشت. طایفه خامس آیاتی هست که دلالت میکنند به این که هر کسی عین اون چه که انجام داد اون را میازماید. مثل این که انسان وقتی غذایی را طبخ کرد، دست بخت خود را میچشد، میازماید.
یک کشاورز وقتی درخت را به ثمر رسون میوه باغش را میآزماید. در قیامت انسان عمل خودش را میچشد، میبیند تلخ است، اون روز است که دادش در میاد، یا میچشد میبیند شیرین است، اون روز است که لذت میبرد. سوره مبارکه یونس آیه 30 این است: هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، هر چه که قبلا در سلف گذرون الان امتحان میکند، میآزماید، همون را میآزماید. همانی که در دنیا شیرین بود الان میسوزاند، چون حفت نارو به شهوات، و همانی که در دنیا تلخ بود الان لذت بخش است، چون حفت الجنتو بالمکاره. لذا انسان در قیامت اون چرا که در دنیا به عنوان سلف گذرون همون را میآزماید و مزه همون را میچشد و همون را میفهمد. تبلو کل نفسین ما اسلفت، یعنی این اون چرا که انجام داد در سلف الان که خلف شد همون را میآزماید. طایفه ششم آیاتی هستند که دلالت میکنند بر این که جزا نفس عمل است. اون آیات فراوان است که در بحث‌های روزهای قبل ملاحظه فرمودید. گاهی به صورت هست که هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یا انما تجزون ما کنتم تعملون. گاهی بدون هست که این جزا کار خود شماست، جزا وفاق کار شماست بماننده. طایفه سابع آیاتی هستند که دلالت میکنند بر این که خدا چگونه عمل را به انسان نشون میدهد. این که فرمود هر کسی عمل خود را میبیند، حاضر میبیند، مزه او را میچشد، این اون توفیه میشود، این اون جزای اوست، این اون به همراه اوست. چگونه به چه صورتی در میاد که هم جزاست هم همراه است و هم یا بدمزه است یا خوشمزه است به مانند آن. اینها را در سوره مبارکه طبع و همین آیه محل بحث بیان فرمود. در بحث‌های قبل این آیه سوره طبع خونده شد که شما با متن عمل جزا داده می شوید. آیه 33 سوره طبع این چنین بود، فرمود و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. یعنی اگر جزا عین عمل است و هر کسی عمل خود را میبیند، نه یعنی اون صورت دنیایی عمل را میبیند، وگرنه میشود دنیا دیگر آخرت و قیامت نخواهد بود. اگر کسی رشوه خورد این چنین نیست که در قیامت ببیند که باز همون مال است و باز همون پرونده سازی است و باز همون رشاوه ارتشاست. اون عمل به حقیقتی در می آید که انسان هیچ تردید ندارد این همانه. در این کریمه فرمود ما قل را در گردن کافران می گذاریم و هرگز جزا غیر عمل نیست. یعنی این عمل به صورت قل گردنگیر در می آید، حقیقت عمل هست. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. و اون دعای ختم القرآن صحیفه سجادیه هم که لابد ملاحظه فرمودید، در اون دعا حضرت فرمود خدایا بر ما رحم بکن اون وقتی که فرشته مرگ ملک الموت از حجب غیب برای قبض ارواح تجلی کرد و ما وارد یک نشعه شدیم که سارت الاعمالو غلائده تل اعناق، عمل غلاده گردن می شود. پس اگر خدای سبحان فرمود جزا به عین عمل هست یا عمل را می بینید، نحوه تجسم اعمال را هم بیان کرد که عمل به چه صورتی در میاد تا انسان را ببیند. در همین آیه محل بحث که فرمود ما تبعیت دروغین زمامداران باطل را
به صورت تبری حسرت آمیز در می آوریم، اونگاه فرمود کذالک یریهم الله اعمالهم، یعنی اگر یک جای قرآن آمده است که یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم، نحوه ارائه را هم در سوره بقره بیان کرد، فرمود ما عمل را این چنین نشون میدهیم. یعنی تبعیت کاذب به صورت تبری صادق ظهور می کند، مسرت کاذب به صورت حسرت صادق ظهور می کند. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، کیا این حسرات حال است یا غیر حال، در هر دو حال نشانه آن است که مسرت باطل تحسر صادق است، این عمل به صورت حسرت در می آید. و اگر کسی خواب دید که ماری او را حمله کرد، فردا یک انسان گزند زبانی با حیثیت او برخورد می کند، این در حقیقت حقیقت تجاوز و عداوت مار است. گای در دنیا برای اهل معنا ظهور می کند، گای برای متوسطین در عالم خواب ظهور می کند و برای همه در قیامت. اونا که متوسطند و مؤمنینی هستند که بالاخره خواب و بیداریشون، خوراکشون، زبانشون محفوظ است، توفیق اون را دارن که خوابهای خوب ببینن، بالاخره هم که خوابهای خوبی نصیبشون میشود. اونایی که از اینها برترن در حالت بیداری هم این مناظر را میبینن، اونایی که نه در بیداری میبینن نه در خواب میبینن، بالاخره در قیامت نشانشون میدن که عمل به صورت حسرت ظهور میکنن. طایفه هشتم بازگو کننده آن است که عمل یک ظاهری دارد و یک باطنی، که انسان با انس به این طایفه هشتم از آیات زمینه انس با مسئله تجسم اعمال در او فراهم می شود. اون همون آیه سوره مبارکه نساء که فرمود، آیه ده سوره نساء، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، یعنی باطن اکل مال مردم آتش است، نه مال یتیم آتش باشد، غصب آتش است، وگرنه اون مال را خود یتیم میخورد چون کسب حلال برای اوش، این نور خواهد بود. و همین مال را وقتی قاصب در کنار سفره مقصوب مهن می‌خورد می‌شود نار، این حرام از کنار است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. در آیات دیگر این مضمون هست که تأیید کنند طایفه هشتم را، همین معنا در اونجا بازتر می شود، این معنا در اونجا بازتر می شود. این سین یا سین تأکید است نظیر فسیر الله عملکم، یا سینی است که اگر ظرفش مؤخر است ظرف ظهورش مؤخر است. طایفه نهم آیاتی هستند که دلالت می کنند وقتی ظلم ملکه شد برای آدم، آتش برای آدم ملکه شد، خود انسان می شود مواد سوخت و سوز، و اگر چنونچه خیلی در این راه کهنه کار باشد خودش می شود مواد آتشزا. بین هیزم و بین کبریتی که آتشزا فرق است. بعضی ها هستن که ستم و گناه برای اونها اون چنون رسمی شد که خود مواد سوخت و سوز جهنم هن، یعنی هیزم جهنم هن. بعضی ها از این مرحله هم تنزل کردن به درک و به درکه و به مرحله نازل تر رفتن، خودشون شدن مواد آتشزا. اینها که در کفر و نفاق جزء مواد سوخت و سوزن،
از اینها در سوره مبارکه جن یاد کرده است، فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اونا که قاسطند، اهل قسطند، قسط یعنی جور و ظلم، اهل قسط نیستند که سهم دیگران را بدهند و بشوند مقسط و محبوب خدا، که ان الله یحب المقسطین، بلکه اهل قسطند و سهم دیگران را هم میبرند. اینها که قاسطینند، اهل قسطند نه اهل قسط، اینها هیزم جهنمند. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، که اواسط سوره مبارکه جن. و کسانی که از این مرحله تنزل بیشتری کردن، خودشون میشوند مواد منفجر. فرمود فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. وقود این مواد منفجر رو میگن، اون کبریت رو میگن وقود، یعنی آتشزا. ما توقدو به النار، در سابق این سنگهای چخماق را و چخماق را میگفتن وقود، الان این کبریت را میگن وقود، این مواد منفجره را میگن وقود، چه توقدو به النار. این گونه افراد که مواد آتشزای جهنمن، اینها گناهکاران عادی نیستن و ظالمین متعارف هم نیستن. اونها که مواد آتشزای جهنمن، اونها را هم قرآن کریم مشخص کرد، فرمود که دعب آل فرعون. اون برای آن است که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. حسب حسبا همون سنگریزه است، همون مواد سوخت و سوز جهنم است. فرمود حجاره، اون بت‌هایی که شما میپرستید، اون حجاره در حقیقت حسب جهنم است و مواد آتشزا جهنم. گرچه در بعضی از تعبیرات آمده که منظور مواد گوگردی و احجار کبریتی است، ولی منافاتی ندارد با چیزی که در قیامت به صورت احجار کبریتی در میاد، که هم اون سنگهای دستراش بت پرستان. خب اگر فرمود عده وقود نارم، در چند جای قرآن فرمود، اون اولین بار معرفه نیاورد، نکره آورد، فرمود به این که نارن وقود و هنناس، چون در سوره مکیه است و نکره هم ذکر شد، نارن که وقود و هنناس در حجاره. و این در همین سوره مبارکه بقره که در مدینه نازل شد با الف لام ذکر شد، فتقون نار اللتی، که دیگه نار مشخص شد که کدوم نار است، وقود و هنناس در حجاره. اون که با الف لام است در مدینه نازل شد، اون که بی الف لام است برای اولین بار بود در مکه نازل شد. این دو جای قرآن که فرمود فتقوا النار التي یا نارن وقودها الناس، نشانه آن است که اون نار جهنم از مواد منفجره انسانها افروخته می شود. خب کدام انسان؟ هر انسان کافر و ظالمی؟ یا نه اونا که جز ائمه کفرن؟ فرمود اونا که جز ائمه کفرن. مثال زد، فرمود که دعب آل فرعون، اون را هم در کنار سایه که وقود را و مواد آتشزای جهنم را بیان کرد، روشن میکند به این که اون سران کفر وقودن، دیگران که دستن در کاران نظام کفرن حطب جهنم، عده‌ای هم می‌سوزن با حطب دیگران. خب این مشخص کرد که سیره آل فرعون وقود نار است، که دعب آل فرعون، یعنی سیره کافره آل فرعون مواد آتشزای جهنم است. همونطوری که در دنیا عده‌ای از آتش اونها میسوزن، در آخرت از آتش اونها گرفتار سوخت و سوز میشن. بله اما دیگری را نمیسوزاند، اون کسی که فقط به خود ستم میکند او خود را میسوزاند، ولی کسی که جز ائمه کبر شد او مواد آتش زای جامعه های تبهکار است. طایفه دهم آیاتی هم
که از اونها به کمک نقل حدیث شریف استفاده می شود که عمل نه تنها به صورت جزا در میاد، بلکه اونقدر قوی که عامل را هم به صورت خود مصور می کند. چه عامل به صورت عمل در میاد، یعنی اگر کسی همه کار و آزمند بود، نه تنها این آز و حرس او به صورت نار ظهور می کند، بلکه خود این انسان حریص و آزمند هم به صورت مور در میاد. اگر کسی بد دهن و گزنده و امثال ذالک بود، نه تنها این گزش به صورت شعله ظهور می کند، بلکه خود او به صورت عقرب در میاد. این آیه سوره مبارکه عمه، یعنی آیه 17 و 18 این چنین فرمود ان یوم الفصل کان میقاتن یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. فرمود وقتی نفخ صور دمیده شد، شما فوج فوج ظهور میکنید. یک نفخ است که با او بساط عالم و چراغ عالم خاموش میشود، که و نفخ فی الصور فتعق من فی السماوات و من فی الارض، همه رخت بر میبندند و هیچ کس نیست الا من شاء الله. این نفخه اولا که با اون نفخه اولا چراغ عالم خاموش میشود. ثم نفخ فی الصور فاذا هم قیام ینظرون، اون نفخه ثانیه است، مثل اینکه انسان با یک فوت کردن چراغ را خاموش میکند، با یه فوت کردن اون هیزومی که تازه مشتعل شده است آتش او را افروخته تر می کند. دو نفخ است و دو فوت کردن هست. فرمود با اون نفخ اول چراغ عالم خاموش می شود، با نفخ دوم روشن می شود. خب وقتی روشن شد، شما گروه گروه می آیید فتعتون افواج. ذیل این آیه مبارکه هم مرحوم امینالاسلام در مجمع از علمای امامیه و هم زمخشری در کشاف از علمای اهل سنت این حدیث شریف را از براء ابن عازب چه از معاذ ابن جبل نقل کرده است آوردن، و این حدیث در کتاب شریف تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 493 است، ولی اصلش هم در مجمع البیان هست و هم در کشاف زمخشری از عامه و خاصه. اون حدیث این است که براء ابن عازب میگوید که معاذ ابن جبل در یک مجلسی نزدیک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا در منزل ابی ایوب انصاری نشسته بودند. البته اینها بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یک نقطه ضعفی در جریان قدیر خون مبتلا شدن که بعداً ترمیم کرده، مخصوصاً براء ابن عازب بعداً ترمیم کرده. ولی این حدیث مال زمان حضور و ظهور و وجود مبارک خود رسول خدا در منزل ابو ایوب انصاری رسول خدا حضور داشت، معاذ ابن جبل نزدیک حضرت نشسته بود. براء ابن عازب میگوید که چون معاذ نزدیک حضرت بود، سوال کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ارأیت قول الله تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا؟ این آیه سوره مبارکه عمه سالون یعنی. فقال یا معاذ سألت عن عظیم من الامر، از یه امر مهمی سوال کردی. ثم ارسل عینی، اونقدر عشق ریخت که مثل اینکه چشم دارد میریزد. ارسال عین وقتی صادق است که عشق چشم زیاد باشد، و اگر قطراتی باشد میگوین ارسال دموع، و اما اگر همه شبکه چشم را عشق پر کند و یک جا بریزد میگوین ارسال العین، نظیر آیاتی که دارد اعینهم تفیض من الدمع که بحثش قبلا گذاشت. ثم ارسل عینی، ثم قال حضرت فرمود یحشر عشرة اصناف من امتی اشتاتن قد میزهم الله تعالی من المسلمین. فرمود مسلمان ها که از امتان منن، اینها دو قسم،
یه عده به صورت انسان ظهور میکنن، عده‌ای هم با صورت‌های حیوان یا صورت‌های کر و کور و مانند اون ظهور میکنن. اون ده صنف مسلمانن و به صورت‌های گوناگون ظهور میکنن و از سایر مسلمین جدای. قد میزهم الله تعالی من المسلمین، اونها هم از امت منن ولی از سایر مسلمین جدای. و خدای سبحان صورت اینها را تبدیل کرده است و بدل خدای سبحان صورهم بعضهم علی صورت القرده، این یک گروه، و بعضهم علی صورت الخنازیر، این دو گروه، و بعضهم منکسونه ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثم یسحبون علیها، با همون وضع منکوس و رأس رو زمین کشیده می شوند، این سه گروه. و بعضهم عمیون یترددون، اعماین کورن، راه بلد نیستن، مرددن. مردد اون رد مکرر رو میگن تردید. انسان یه وقتی به در میرسد، در باز است، در رو باز میکند، به بیرون میرود، ولی وقتی راه بلد نباشد، نابینا نباشد، به دیوار شرقی مراجعه میکند، میگه راه نیست، برمیگردد به دیوار غربی، میگه راه نیست. این رد مکرر را میگوین تردید. و بعضهم صمون و بکمون لا یعقلون، و بعضهم یمزقون السنتهم که تسیل و قیهو من افواهم لعابن یتقذرهم اهل الجنغ، و بعضهم مقطعتن ایدیهم و ارجلهم، و بعضهم مقطعتن ایدیهم و ارجلهم، و بعضهم مسلبون على جزوء من نار، و بعضهم اشد نتنا من الجیف، و بعضهم یلبسون جبابا سابقه من قطران لازقه بجلودهم. اینا فرق بهگان است. فاما الذين بصوره القرده الفتات من الناس، نمامی به صورت بوزینگی در میاد، چون باطن این عمل از نفس بوزینه نشأت میگیرد. و اما الذين على صورت الخنازير فاهل الصحت، صحت اون مال حرامی است که بالاخره بساط زندگی رو مستحصل میکنند. این درخت ها که ریشه هاشون رو اون پوستاشون از اصل میکنند میگن اصحاب، و مسحوت هم یعنی پودر شده، چون حرام زندگی را به صورت پودر در میآورد و بساط برمیکند، از او به عنوان صحت یاد کرد. و اما المنکسون على رؤوسهم فآكلت الربا ولعمی الجائرون فی الحوش و سم البوچ المعجبون به اعمالهم و الذین یمزقون به السنتهم العلماء و الغزات الذین خالف اعمالهم اقوالهم و المقطعت و ایدیهم و ارجلهم الذین یعزون الجیران و المسلبون على جزوء من نار فالسعات و بن ناصر السلطان، اون سواکی هایی که کارشون این بود. و الذین اشدون تنن من الجیف فالذین یتمتعون به شهوات تولزات و یمنعون حق الله تعالی فی اموالهم و الذین هم یلبسون الجباب فاهل الفخر والخیلا. این نشون میداد چه عمل اونقدر قوی که عامل هم به اون صورت در میاد. سرش این است، اگر نفس نفس بوزینه نباشد که به فکر مکر نیست. پس این شخص حیوانون قردتون بالفعل باطنن و حیوانون ناطقون ظاهرن، و قیامت که روز ظهور حق است اون باطن ظهور میکند. باطن این شخص مکر است و به اون صورت ظهور میکند. حالا روایات دیگری هم به عنوان تایید هست که باید بخونیم. والحمد لله رب العالمین.